خب با تشکر از عزیزانی که در حدود 40 شهر دنیا مراسم و مراسمی رو دارن برگزار میکنن روز 20 جون 30 خرداد مناسبت پشتیبانی و درخواست و خواستن آزادی زندانیان سیاسی در ایران. و امیدوارم که شما هر جای دنیا که هستید به خصوص در خارج از کشور بتونید که در شهرهایی که نزدیک محل شما هستن تشریف ببرید و اونجا باشید. فرمهایی هم هست که ظاهرن هست که میتونید پر بکنید به عنوان اینکه من صدای او هستم، که خانم شیوا محبوبی و دوستانشان در این سازمان بتونن اونها رو به سازمان ملل بفرستن. یکی از عزیزان ما آقای ابراهیم گنجی هم داوطلب شد و 10,000 از این کارت پستال ها رو چاپ کرده که خود ایشون و آقای پرویز حدادی زاده در اون پارک کنوگا پارک لس آنجلس خواهند رفت. دیشب هم با ابراهیم گنجی صحبت کردم، گفت امروز هم داره میره در بعضی از مغازه‌های ایرانی، نصف روزش داره میذاره که در مغازه‌ها این کارت ها رو پخش بکنه برای یک سازمان دیگر که در زیر چتر نهاد مردمی هم نیستن. این هست نهاد مردمی. عزیزانی که چه در داخل و چه در خارج نهاد مردمی هستن فرق نمی کنه. ما باید دست به دست به هم بدیم، باید پافشاری کنیم روی همبستگی و کمک به یکدیگر تنها راه آزادی و کمک به عزیزانمون در داخل کشور است. اجازه بدید که در این قسمت برنامه من گزارشی رو که تهیه شده در رابطه با نشست 11 و 12 جون در لس آنجلس براتون بخونم که ببینید که این 10-12 نفری که هیئت امنا و چندین مشاور ارشد نهاد دور هم جمع شدن در این دو روز که هر روزی 6-7-8 ساعت تقریبا بدون وقفه، یعنی نهار و اینا همه هم سر میز بود، ساندویچ می آوردن، فقط 10-15 دقیقه تنفس هر روز داشتیم. اجازه بدید که خدمتتون بخونم و بعد چند تا گزارش تصویری هم دارم خدمتتون بگم. روز نخست که 11 جون بود حاضرین از آمریکای شمالی دکتر کریمی، دکتر فروتن، دکتر رفیع‌زاده، دکتر حسامی، دکتر آل‌رضا، دکتر شاه‌ولایتی و دکتر جاوید، از اروپا خانم سفیری، آقای قجر و آقای آزادی، از طریق ویدیو کنفرانس آقای مهدوی و دکتر مرادخانی در نشست با اطلاع قبلی حضور نداشتند. اولین پنل شورای دوران گذار بود، مواردی که پذیرش همگانی داشت. نهاد مردمی با ساختار و منشور و بنیادنامه خود بالقوه قابلیت تبدیل شدن به آلترناتیو جمهوری اسلامی را دارد. اینها موارد بسیار مهمی است. همین یه جمله که خوندم 5 ساعت طول کشید که حالا در روزها و هفته آینده با پنل هایی که در تلویزیون خواهیم داشت، با عزیزانی که در اونجا شرکت داشتن و همچنین عزیزانی که نداشتن، شما مردم به خصوص عزیزانی که در داخل نهاد هستن در رابطه با این صحبت بکنیم که این جمله یعنی چی؟ که شورای دوران گذار نهاد مردمی قابلیت تبدیل شدن به آلترناتیو جمهوری اسلامی را دارد. شورای دوران گذار در اجرای وظایف مندرج در آیین‌نامه مصوب نهاد مردمی امور اجرایی مربوط به این وظایف را هم انجام می‌دهد. یعنی دیگه فقط تدوین و نوشتن نخواهد بود، بلکه در صورت اینکه وقتی که آمادگی داشته باشیم اجرا نیز خواهیم کرد. طراحی شورای دوران گذار باید به شیوه‌ای باشد که سازمان‌ها و منفردین بیشتری از داخل و خارج کشور این شورا را بستری برای اقدامات و تفاهم‌های مشترک بیابد. رایزنی با سازمان‌ها و منفردین در داخل و خارج از کشور صورت پذیرد. تدارک و یا برگزاری کنگره ملی بستگی به پیشرفت کار این شورا دارد و می‌تواند در مقطعی مناسب در درون این شورا و یا در بخش اجرایی نهاد شکل گیرد. اگر نیازی به تغییر مفاد آیین‌نامه مصوب هست، مطابق آیین‌نامه اقدام شود. پنل بعدی، پس اینایی که الان براتون خوندم چند خط، 5 ساعت، 10 نفر، 3 دقیقه، 3 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه و بعد نتیجه گیری و بعد اگر به اجماع میرسیدیم که میرسیدیم، اگر نه برای بعد. اصل مطلب این بود که ما اونجا تصمیم گیری نکنیم. بعضی از دوستان میگفتن آقا چرا اونجا هم 2 نفر از بچهای ایران نبودن و چرا غیره؟ برای اینکه اینا سیاست‌های کلان هست. به هیچ وجه تصمیم گیری نشد که مثلا اینجا چه جوری بشه، برای اینکه ما اونو بعد از شما عزیزان از داخل و خارج از کشور داشته باشیم. ولی راه کلی، این مسیری که این قطار نهاد مردمی داره میره و به هر روزم به سرعت بیشتری داره میره، باید دقیقاً مشخص میشد برای تک تک ما که منتخبین مردم هستیم چگونه و کجا داره میره. پنل بعدی، پنل همیاری های مالی و بودجه.
مواردی که پذیرش همگانی داشت، فعال نمودن دگمه همیاری‌های مالی در سامانه نهاد. هموطنان عزیز، این کار دیشب انجام شد، امروز خدمتون نشون خواهیم داد. در سایت نهاد مردی تشریف ببرید، صفحه اولش هست. آغاز دریافت همیاری مالی از طریق بانک اینترنتی پیپل، انتخاب یک شرکت کیجینگ برای نگاهداری حساب‌های مالی نهاد، یعنی کمپانی که تمام مسائل مالی نهاد یک سازمان یک سازمان دیگر باشد، مستقل دیگر، سازمان‌هایی که برای مثال برای صلیب سرخ آمریکا کار می‌کنند، برای کمپانی‌های بزرگ، برای سناتورها و کانگرسمن‌های آمریکا کار می‌کنند که از لحاظ شفافیت و مدیریت مسائل مالی مولای درز مسائل مالی نره که دشمن دیگه حتی نتونه که یک کلمه در اون رابطه صحبت بکنه. تماس با شرکت‌ها و افرادی که قبلاً برای همیاری‌های مالی به نهاد ابراز تمایل نموده بودند. تأمین حداقل 15000 دلار تا پایان ماه جاری، یعنی در 15 روز آینده، برای نصف مخارج تلویزیون نهاد که تاکنون از سوی دکتر فروتن تأمین شده است. در صورت تأمین بودجه مورد نیاز، تلویزیون 24 ساعته نهاد گشایش یابد. نهاد مردمی برای تأمین مالی هزینه‌های ثابت خود نیازمند دریافت همیاری‌های مالی به میزان حداقل 1,000,000 دلار در سال می باشد، یعنی ماهی 70-80,000 دلار. شفافیت در ارائه گزارشات مالی به پشتیبانان و مردم ایران. اینم بعد از ظهر روز اول بود، اینم 2-3 ساعت طول کشید، هر کدوم از اینا کلی جزئیات داشت. روز دوم 12 ژوئن، حاضرین از آمریکای شمالی: دکتر کریمی، دکتر فروتن، دکتر رفیع‌زاده، دکتر حسامی، دکتر آل‌رضا، دکتر شاه‌ولایتی و دکتر جاوید. از اروپا: خانم سفیری، آقای قجر و آقای آزادی از طریق ویدیو کنفرانس. آقای دکتر کیانزاد در پنل دوم در ویدیو کنفرانس حضور یافتند. آقایان مهدوی و دکتر مرادخانی در نشست با اطلاع قبلی حضور نداشتند. پنل ساختار و سازماندهی، این صبح روز دوم بود. در ابتدا هیئت امنا کارنامه نهاد را از سوی دکتر حسامی کارنامه نهاد را از سوی هیئت امنا به شرح زیر ارائه دادند. اعتماد سازی و ایجاد امید در مردم. نام نهاد مردمی به عنوان نامی که برازنده این تشکل است مطرح شده است. گذار از شخص محوری به پروسه محوری. برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک در نهاد مردمی که نقطه عطفی در تاریخ اپوزیسیون محسوب می شود. قانونگرایی و تعهد به رعایت قانون به عنوان اصل نخست مردم سالاری در نهاد مردمی. پایه‌گذاری ساختار و سازمانی که بر محور خرد جمعی استوار بوده و اینک بر روی پاهای خود ایستاده است. ثبت رسمی و حقوقی نهاد در آمریکا به صورت مؤسسه غیر انتفاعی 501c4. برگزاری یک رأی‌گیری و 3 انتخابات. آقای دکتر فروتن از سوی مدیریت اجرایی رؤوس کارنامه نهاد را چنین اعلام داشتند: گشایش سامانه نهاد با مزایا و امکانات گسترده برای استفاده در بخش‌های مختلف نهاد مردمی به عنوان نقطه شروع کار. آموزش 12 نفر در مورد کار با سامانه در بخش‌های گوناگون. تشکیل 10 گروه کاری و دبیرخانه ها. بررسی اعتبارنامه 134 شخصیت حقیقی. بروزآمد کردن نرم افزار انتخابات با توجه به آیین‌نامه مصوب نهاد. اجرا و پخش 256 ساعت برنامه تلویزیونی از 3 ماهواره به طور زنده و بازپخش برای ایران، اروپا و آمریکا. جذب بیش از 2400 پشتیبان، 1 رسانه، 3 سازمان سیاسی و 8 نهاد غیر دولتی و 6 پشتیبان فردی حقیقی غیر ایرانی. تقسیم کار در شورای موقت مدیریت اجرایی. تشکیل دبیرخانه های ارتباط جمعی، دبیرخانه نافرمانی مدنی، دبیرخانه زنان، البته تکنولوژی و غیره، چند تا دیگه هم بود که نقطه نقطه. پخش بیانیه‌ها و نامه به سناتورها و وزیر امور خارجه آمریکا. ارائه حدود 1500 حساب VPN رایگان به مبارزان داخل کشور از سوی جنبش ایران فردا با همیاری مالی دکتر فروتن. سایت نهاد مردمی از روز معرفی تا کنون حدود 300,000 بار توسط حدود 180,000 نفر بازدید شده و نزدیک به 1,000,000 بار صفحه های مختلف سایت را دیدند. این بازدیدها از 145 کشور و 6,033 شهر جهان می باشد. مواردی که پذیرش همگانی داشت:
تعریف مشخص از کارها و وظایف در حوزه‌های نظارت و اجرا، استخدام مدیر اجرایی شایسته و کارآمد به محض تأمین بودجه مربوطه. هیئت امنا هر ماه یک جلسه عادی داشته باشد و بر حسب ضرورت جلسات اضطراری برگزار نماید. برگزاری جلسات مشترک با اعضای نهاد هر دو یا سه ماه یک بار. تقسیم کارها بر اساس اعتماد و بذل اختیارات صورت گیرد. تلاش برای افزایش اعضای حقیقی و مستعار و بهره‌گیری از نیروهای پشتیبانان موجود و معرفی افراد شایسته و پرکار. شناساندن فلسفه نهاد مردمی از طریق عملکرد گروه‌های کاری. مطرح کردن پروژه‌های سیاسی و نافرمانی مدنی. گرایش هرچه بیشتر به طرف مردم و مشارکت آنها در امور نهاد مردمی و همیاری‌های مالی. تئوریزه کردن مسائل سیاسی. رسیدگی سریع به درخواست‌های پشتیبانان اعم از فردی و یا سازمانی. تشویق به حضور اعضای حقیقی و مستعار و از داخل ایران در گروه‌های کاری و یا ملاقات‌های هفتگی. در زمینه تقسیم کار و وظایف در امور مختلف نهاد مردمی، افراد زیر مشخص شدند. با این توضیح که این افراد می‌توانند جابجا شوند و افراد جدیدی به هر گروه معرفی شوند. این گروه‌ها و الان خدمتتون توضیح میدم اینه که از این نیرویی که الان داریم و میشناسیم، اعضای هیئت امنا، بعضی از مشاورین ارشد، دبیران گروه‌های مختلف که میشناسیم چه کسانی هستن، فرق نمی‌کنه مستعار و غیره، اینها به جایی که هر هفته در جلسات هیئت امنا باشن، ساعت‌هاشون رو برن در گروه‌های مختلف و جوری که در روزهای آینده توضیح خواهیم داد، این 2560 نفر رو در گروه‌های 10 نفر 10 نفر جذب بکنن، صحبت بکنن، قابلیت‌ها رو ببینن و در این گروه‌ها شروع کنیم هدفمند و بر اساس پروژه کار کنیم. 1. امور حقوقی، آقایان دکتر حسامی و دکتر فروتن. امور مالی، آقایان دکتر آلرضا، دکتر رفیع‌زاده، آقای پرویز حدادی‌زاده و ابراهیم گنجی. شورای دوران گذار، آقایان قجر، دکتر کریمی و آزادی. امور بیانیه ها، خانم سفیری، آقایان دکتر مرادخانی، دکتر کریمی. امور مدیریت و پروژه های اجرایی، آقایان سرهنگ ه، آرش مهدوی، دکتر مرادخانی، دکتر کریمی و دکتر فروتن. امور آگاهی رسانی، آقای دکتر کریمی که دبیرخانه‌ام فعلا هستم به طور موقت. امور معرفی و بازاریابی، آقایان دکتر جاوید، دکتر شاه‌ولایتی، دکتر فروتن. امور رایزنی، خانم سفیری، دکتر کیانزاد، آقای قجر، حسامی، جاوید و شاه‌ولایتی. 9. امور ساختار، دکتر کریمی، فروتن و آزادی. امور داخل کشور، آقایان مهدوی، بخشی، دکتر کریمی. امور حقوق بشری، خانم نیکپور، سهیلا نیکپور، آقای فرهمند کلایه. امور زنان، خانم ها سهیلا نیکپور و بانو سفیری. امور روابط عمومی، آقای دکتر حسامی، دکتر رفیع‌زاده و فروتن. امور گفتگو با اعضای نهاد، همه اعضای هیئت امنا و مشاوران، با این توضیح که هر یک از این افراد هر هفته با 10 نفر از اعضای حقیقی یا مستعار جلسه داشته باشند و علاوه بر آشنایی بیشتر با یکدیگر، نقطه نظرات و پیشنهادات اعضا را دریافت و به گروه‌های مربوطه ارجاع نمایند. امور آیین‌نامه، کیانزاد، کریمی، رفیع‌زاده و فروتن. مدیریت اجرایی تا انتخاب مدیر اجرایی دائمی، آقایان دکتر کریمی و دکتر فروتن. این صبح بود و این خلاصه بود از تمام اون بحثایی که شد. پانل پروژه ها که بعد از روز دوم بود. در این بخش میهمان نشست سرهنگ ه توضیحاتی در مورد پروژه های اجرایی دادند و 3 پروژه پیشنهاد دادند که این پروژه ها در امور مدیریت و پروژه های اجرایی بررسی و نهایی خواهند شد. مواردی که پذیرش همگانی داشت: تشویق پشتیبانان به ارائه پروژه های اجرایی، تشویق پشتیبانان به قبول مسئولیت های اجرای پروژه ها. هر پروژه اجرایی میبایست به این 6 سوال پاسخ مناسبی ارائه دهد. یعنی اینجوری نخواهد بود که حالا یه ایمیل بزنیم بگین آقا لطفا این کارو بکنین یا ما اینو میخوایم. خیر، پروژه باید حداقل این 5-6 موردی داشته باشه. 1. برای چه هدف این پروژه اجرا می شود و انتظارات منطقی مستقیم و جانبی از نتیجه این پروژه چیست؟ بخش توضیحی پروژه. 2. چگونگی اجرای این پروژه، نحوه اجرای پروژه و مشخص شدن مراحل اجرا و مشخص نمودن نقطه های توقف اجرای پروژه در حین اجرا اگر با مشکل غیر قابل رفعی مواجه شود. 3.
چه کسانی پروژه را اجرا می کنند، برآورد نیروی انسانی لازم همراه با تخصصهای مورد نیاز. 4. چه زمانی پروژه اجرا می شود، جدول زمانبندی. 5. در کجا این پروژه اجرا می شود، محل و یا محلهای جغرافیایی تحت پوشش این پروژه. و بالاخره 6. برآورد هزینه های پروژه و در صورت امکان پیشنهاد برای تأمین آن، برآورد بودجه مورد نیاز. در پایان این نشست همگان ضمن سپاسگزاری از دکتر ایمان فروتن که امکانات اقامت و تکنیکی و بودجه این جلسه را فراهم نموده بود، به دستاوردهای مثبت و کاربردی این نشست اذعان داشته و مقرر شد در مقاطعی که نیاز آن احساس می شود چنین نشستهایی در آمریکا و یا اروپا برگزار گردد. هموطنان عزیز، این کاری بود که در 12 نفر ما در این دو روز انجام دادیم. اینو من در 5-6 دقیقه خوندم، ولی تقریبا 20 ساعت 18 ساعت اینقدر طول کشید و کارها کلی بود. این تازه بعد از این بود که نوشتارهای از قبل اومده بود و طرحهای اومده بود و به زودی هم خواهد آمد.